بنامه خداوند بخشاینده مهربان با سلام و, و درود فراوان خدمت شما بینندگان گرامی محمد شریف شریفی هستم در خدمت شما ایزان قرار دارم با برنامه شهروند خبرنگار در این هفته به موضوع محوری کارآفرینی پرداختیم که اصلا کارآفرینی چه هست چه نقشی در توسعه و پیشرفت جامعه ما داره و کارآفرینان چه کارهایی را انجام میدن و در عین حال نقش شما خبرنگاران در راستای ایجاد کارآفرینی چه میتونه باشه موضوعات بسیار مهمی هست سلیت این موضوعات امیدوار هستیم که محتوای این برنامه ما مورد توجه شما ایزان قرار بگیره خب طبیعی هست که امروز پیدا کردن کار یکی از دقدقه های بسیار مهم و اساسی همه مردم هست در کشورهایی که در اونجا اشتغال زایی زیاد هست خب شاید مباحث کارآفرینی زیاد مورد توجه نباشه اما کشورهایی که زمین اشتغال در اونها بسیار پایین هست و پیدا کردن کار دولتی یا خصوصی برای افراد شاید با موانع بسیار زیادی همراه باشه و منابع در دست حالا کسانی که به اشتغال مبادله نیاز هم کم باشه در چون است که نقش کارآفرینی مهم میشه و افراد که بیان کارآفرینی کنن به جای اینکه شامل کارهای از قبل تعیین شده برن بعضی وقتها ما یک بنیادی رو میبینیم در واقع از قبل یک تهدابی آماده هست خب در همون تحتاب به خاطر پیش برد امور نیاز هست که افرادی گماشته بشن و کارها رو پیش ببرن ولی اگر توجه داشته باشیم که همه ساله تعداد بسیار زیادی از جوانان ما ها فارغ میشن به امید پیدا کردن کار و در عین حال بحث تعلیمات تکنیکی و مسلکی هم امروز در افغانستان بسیار جا افتاده که افرادی که شاید نتوانند که از طریق تحصیلات برای خودشون کسب و کاری رو مهیا کنند آموزش های در واقع تکنیکی و مسلکی می بیرن تا بتونن که وارد بازار کار باشن و عینا کارهای عملی جامعه را به پیش برن خب همه اینها طبیعتا زمینه های ایجاد اشتغال میتونه باشه ولی بحث مهم این هست که خیلی مواقع ما قادر به یافتن کار نیستیم مثلا کار از جمله حقوق اساسی هر فرد است یعنی داشتن شغل مناسب متناسب با در واقع شرایط زندگی تحصیلات و محیط زیستی ما این حق مسلم ما هست و در قوانین افغانستان هم نکاس پیدا کرده و همچنین یکی از مواد منشور حقوق بشر هم همین هست که به رسم شناختن حق کار خب طبیعی هست که حالا همه افراد اگر بخوان که کاری پیدا کنن وارد یک سازمانی بشن این هم امکان پذیر نیست سازمان ها محدود هستند ولی کارگران نامحدود تعداد بسیار زیاده شما در نظر بگیریم که امروزه از دانشگاه هیرا شاید حدود سه نفر همه ساله فارق بشن خب سه نفر نیاز به بازار کار داره نیاز به ای این هست که وارد محیط کاری بشن و مطابق به تحصیلات خودشون کار پیدا کنن اما شاید در واقع سازمان ها نهادهایی که در یک جامعه فعال هستن بسیار محدود باشه شما در نظر بگیریم که از یک دانشکده مثل دانشکده انجینری شاید در ظرف یک سال در حدود 150 نفر یا 200 نفر از دانشگاه دولتی فارغ بشن ما دانشگاه خصوصی هم داریم همین ها که در نظر بگیریم 500 نفر فراغت فقط در دانشکده انجینری باشه خب وقتی که نگاه میکنیم جامعه میبینیم که زمینه کار برای همه اینها بسیار محدوده ساخت و ساز به اون پیمانه ای که در دیگه کشورها در افغانستان جا نیافتاده و بسیاری از در واقع این جوانان وارد در واقع بازار کار نمیشن جذب بازار کار نمیتونن بشن تبتن بیکار نمیمونن حالا سایر دانشکده ها هم شما همین گونه در نظر بگیریم که وقتی وارد محیط کار میشن طبیعتا شاید نتونن که کار مناسبی پیدا کنن برای خودشون خب این بیمنا هست که شرایط کاری محدود هست و شرایط کاری بسیار کمه و حجم داوطلبین کار بسیار بالاست خب نیاز به یک آسیب شناسی هست که ما چه کار باید انجام بدیم که به همین تناسبی که ما جوان که دستیلی تحصیل یافته هستن جذب کار برمیتونن کار پیدا کنن خب میدونین که بدون داشتن کار را وظیفه پیشبر زندگی غیر ممکنه در دنیای اقتصادی امروز همه ما نیاز به که کار داشته باشیم این تکلیف کسانی که حالا تحصیلات دارند و کسانی که تحصیلات ندارن خب بیشتر کارهای عرفه و فن میاموزن تا وارد کار بشن خب میدونه که عرفه و فن هم در جامعه ما هزیاد هست و بسیار از کارهای عرفهی هم در جامعه بارات مشبور رسیده و قادر به جذب در واقع فرجرید نیست چون بازار مشکوک شده تعداد نفوذ محدود هست در واقع وسایل هم هست محدود شده بنابراین جذب بازار حرفه و شدن هم با محدودیت های همراه هست خب بنابراین چه کاری باید انجام بدیم از یک طرف ما می که در واقع شاهد ایجاد, ایجاد کارهای بنیادی در افغانستان باشیم که این هم نیاز به منابع هنگفت مالی داره نیاز به وقت زیاد داره مثلا یک پروژه ای مادن از از یک پروژه کلان خب هم منابع مالی نازره هم وقت و کسانی که طلب در واقع به دنیا یعنی کسانی که دنبال کار هستن اینا دارن بسیار زیاد هستند فرصت هم کم خب راه چی هست در بسیاری از کشورهای جهان امروز کارآفرینی ایجاد شده است یعنی این که فرد یک کار رو با قوه تعقل خود و با منابعی که داره و توانایی و استعدادی که داره یک کار را ایجاد میکنه و به ایجاد کردن یک شغل جدید که در قبل از او در واقع نمونه نداشته یا کار جدید تری هست به این مبحث میگن کارآفرینی و کسی که این کار را انجام میده به او کارآفر یا کارآفرین میگن یک پروسه کارآفرینی هست یک شخص کارآفر یا کارآفرینه که امروز در بسیار از کشورهای جهان بحث کارآفرینی بسیار بسیار مهم و اساسی است جالب اینه که بدانیم که در بعضی از سیستم های آموزشی مضمونی به نام کارآفرینی هم وارد شده یعنی متعلمین و جوانان و جوانان خودشون رو با روحیه کارآفرین در واقع این حال تربیت میکنن و اونها آموزش میدن که بتوانن که ابتکار کنن کار را به وجود بیارن از دیرباز خب در دقیقه بشر استفاده از منابع محدود بر روی زمین بوده منابع محدوده بنابراین ما باید بتوانیم که راه های بدیلی را داشته باشیم که بتونیم که از اون کسب اواید کنیم خب این پروسه الان در سیستم های جهان عملا داره تدریس میشه مزامین مثل کارآفرینی دارن مزامین حرفه و فن دارن در نظام سیستم آموزشی ما بر شما هم حالا ما به مثل به نام داریم در فکر در دوره متوسطه است ولی به معنای واقعی ما چیزی به نام کارافرین را آموزش نمیدیم و این یک دردقه کلان است یعنی متعلم ما و مؤصل ما کارافرین نیست بلکه به دنبال پیدا کردن یک کار از قبل تعیین شده است و شاید اگز نتونه که کار رو پیدا کنه چون فکر کنید که همین الان ما در نظر بگیریم همین ولایت هرات رو یک بست در یک ادارات دولتی به اعلان میره یک بس هست فقط ولی متقاضی برای همون بس صد نفر الا یک هزار نفر خب چگونه همه اینا بتونن که اون بس رو بگیرن غیر ممکنه در نهایت یک نفر از طریق پروسه رقابت میتونه که این بس رو بگیره تعداد کثیری به نتیجه هستن. این افراد یا مجبور هستن که روی بیارن به کارهای غیر در واقع حوزه تخصصی خودشون مثل اینکه دستفروشی فروشی کنن مثل اینکه حالا جا افتاده در جامعه با شما که چرخ بگیرن یا تاکسی بگیرن این کارها رو انجام بدن یعنی کاری که غیر از این تخصص اون هست چون نتونستن که کار متناسب با تصادف خود بیارن و کارام محدوده خب وقتی که دیگه شورای گوریس افراد با رویه کارآفرینی تربیه میشن یعنی میتوانند که خود اونها ایجاد شغل کنن. امروز ما شاهد حضور زنان کارآفر در هرات هستیم و زنان افغانستان و م زنان هرات یک گام نسبت به مردان واقعا پیش هستند امروز شما ببینیم که چقدر زنان کارآفر در همین هرات هستند که با سرمایه اندک و با قدرت نبوغ و ابتکار کار را ایجاد کردن ما امروز شاهد ایجاد در واقع نماشه های تولیدات بانوان هستیم. یک نمونه است یک خونه را میخوان که ایجاد کنند یک خونه را دارن نکاس میدن تعدادی را استخدام میکنند و از او طریق در واقع امران باش میکنن. پس ببینیم پروسه کارآفرینی توسط شهروندان ما به پیش میره درسته سرعت از کمتره ولی به هر صورت پروسه کارآفرینی است و قابل تحسینه و ما امیدوار هستیم که دولت هم برنامه های درست و مقتضی در راستای مایت از کارآفرینان ما داشته باشه و برای اونها زمینه را ایجاد کنه بعضی از امکانات ما در اولیه و خامده خانوها قرار بده تا به معنای واقعی ما شاهد ایجاد سیستم های کارآفرینی درست در جامعه خودمون بشیم امروز یک نکته به خدمت عرض کنم که ثروتمندترین مردان جهان در واقع کارآفرینان بودن یعنی یک کار ایجاد کردن نمونه بیل گیتس رو شما میبینیم که رئیس شرکت مایکروسافت که با نبوغی که داشته دوانیدی دار که داشته شرکتی رو ایجاد کرده است نرم افزار ایجاد کرده است ایجاد کرده بعد الان چقدر وسیس؟ کارآفرین کارآفری بوده است و خیلی از افراد دیگر اینها افراد کارآفرینی بودن که الان تونستند که در درکت مرحله بسیار بالای قرار بگیرن مثل جک و هم که خیلی افراد هستن یعنی یک طرها یک ایده هایی رو اول در ذهن دارن و بعد به دنبال یافته راه حل هستن برای تطبیق همون ایده خود نمیمانند تا شرایط بر وقف مراد آنها بشه آلت ایستایی ندارن بلکه شرایط را به گونه ای می سازن که نتیجه مطلوب را به دست بیارن این یعنی نبوغ کارآفرینی. و امروز جوانان ما هم تا حضوری روی آوردن به ایجاد کارآفرینی و خیلی خوبه واقعا شاید دولت توانایی این نداشته باشه که برای همه ما و شما کار ایجاد کنه سکتور خصوصی هم که آنقدر گنجایش جذب کارمند و اینها رو نداره بنابراین نیاز هست که برنامه های کارآفرینی روی دست گرفته بشه تا ایجاد شغل کنیم ما حالا بعض کارآفرین ها کار رو انجام میدن که برای نبوغ استرا و توانایی اونهاست نمونه قبلی نداشته ولی بعضی ها ما نام نمیبریم به حال تبلیغ کارآفرینی نشه میشه کلی بس میکنیم این قضیه رو بعضی از اونها مثلا یک کاری ایجاد کردن که زن اشتغال برای هم مساعد کرده مثلا ایجاد مک... مکاتب خصوصی که ما داریم یک کارآفرینی هست دیگر یک دک سازمان را ایجاد کرده که فرد سرمایه را گذاشته اونجا و تعداد را هم استخدام کرده خب به کارآفری نیست دیگه طبیعتا کارآفرینی کارآفری به خوبی که کار صورت گرفته است آه، گاهی وقت اصلا کارآفرینی نیازی به سرمایه هم نداره یکی از در واقع مالفه اصلی کارافرنی این است که شما میتونید که بدون سرمایه و سرمایه, و سرمایه کم کارافرنی کنید نمونه بارز دیگه البته ما در برنامه های دیگر در همین شب خبرنگار هم به قضیه پرداختیم که نقش در واقع کلاهبرداری های الکترونیکی بود که میتون عرض کرده بودیم که بس بسیار مهمی بود یعنی اعتراض اومدن نتورک مارکتینگ ایجاد کردن حالا اون بود غیر قانونی رو ارزش نمی کنیم چطور بهتر کار خلافی و ولی نتورک مارکتینگ به معنای واقعی که فرد سرمایه نداره ولی بازاریا به خیلی خوبی است کالایی رو از تولید کننده دریافت میکنه به فرود به خریدار انتقال میده در این میاد فرد در واقع صاحب یک پرسانت میشه یک بیسدی به گرفته میشه خب ببینید کارآفری نیست فرد اومده گفته وقت اصلا کارآفری انجام داره کار خوبی است یعنی که یکی از کارآفرینا میتونه که باشه شناخت بازار شناخت مسئول همه اینا سازنده است و مهمه اینا نوعی رو ما در نظر بگیریم ولی بر صورت کار افرادی عباد خیلی زیادی داره امروز اقتصاد جامعه ما فقط به سکتور دولتی خلاصه نمیشه اقتصاد جامعه ما به سکتور در واقع خصوصی سازمان هایی که فعالی کنون میشه بلکه میشه دکران ها ما شاهد در واقع پیشرفت اقتصادی جامعه خود توسط کارآفرینان هم باشیم امروز چرخه اقتصادی تو که کارآفرینان نقش اول که در لابلای برنامه امشب ما به این قضیه بیشتر خواهیم پرداخت و بیشتر مبحث کارآفرینی که برای شما ایزان به توضیح خواهیم پرداخت چون بسیار بحث مهم و سازنده است و همچنین به نقش خبرنگاران در توسعه کارآفرینی هم می‌پرازیم که بحث ما در واقع بحث شما خبرنگاری کارآفرینی هست که خیلی مهم و سازنده است و بعد شاید در بین صحبت های ما یک چند تا ایده و هم به ذهن شما ایزونی که برنامه رو ببینیم خطور کنه چون یادتون باشه اه, که یکی از راه های ایجاد کارآفرینی این هست که ما خود نگاه کنیم که چه توانی و استعداد داری که استفاده نکردین و بعد این توانه و استعداد رو بیاریم برای دیگران به نمایش بگذاریم و از اون طریق ابراره ماش کنیم این نفر مثلا میکنم نقاش خوبی است میتونه تابلو خوبی بکشه پورتری خیلی خوب ایجاد کنه میتونه که در واقع از همین هنر خود در راستای کسب اوار استفاده کنه دیگه اتپن که جز مؤسسی بشه یا به یک نگارخانه استخدام بشه و بعد میتونه می که خود یک نمایشگاه را بنازه میتونه که سفارش شده بگیره طرح ها را آماده کنه و بعد فروش برسونه یک نمونه عرض میکنم کنم نمونه زیادی هم هست که شما عزیزان به توانایی و سرودی میتونه که اونها و اونها رو به پیش ببریم. بنابراین بحث کارآفرینی بحث بسیار مهمی است و باید به این نکته ما توجه کنیم و از همین طریق ما صدا میزنیم به مسئولین عزیزمان که از کارآفرینان حمایت کنن چون نیاز به حمایت داره دیگه شما ببینید کارآفرین شاید گفتیم که شاید سرمایه خیلی کم و گاهن اصلا سرمایه نداشته باشه و دولت باید حمایت اونها رو انجام بده حمایت دولت در تسخیر کردن شاید کاری اونها میتونه باشه در اختیار دادن یک فضای وکان برای اونها میتونه باشه و سایر معایت های دیگر مادی و معنوی که دولت داشته باشه کار خیلی خوبی در کشورهای دیگر حتی دولت برای کارآفرینان برای اونها وام میده یک فرق ترد نبوغ خوبی داره ولی سرمایه برای ایجاد او کار نداره تر خودش را یا به سکتور خصوصی یا به دولت معرفی میکنه و بر اساس از دولت به رزو وام میره و وام به کار میندازه و از طریق نبو خودش کسب و باید میکنه این یه مایت دیگه این یک پروسه کاملا نمایتی است ولی اگر ما این نکته در نظر نگیریم و از کارافریدان ما نکنیم خب قضیه میشه که بگیم وارونه خواهد شد او فردی که توانایی ایجاد کار را هم داره شاید نامید بشه و نره وارد بازار کار نشه و از امانتهای بس دولت بسیار مهم و سازنده است همکاری دوشونه میکنن که عکس های شما شما خبرنگار نماده است با این اکسال میبینیم دوباره برمیگردیم بدون شهر این هم وضعیت آسفالت جده های سطح شهر نحوه جمعآوری زباله ها توسط بخش خصوصی و با تأسف کودکان زباله گرد این هم تصویر دیگر از آتش سوزی امروز تانکرهای گاز در منطقه دهنه کمر بی توجهی به معلولان پیشبرد امور ساختمانی و شخصی بدون توجه به حقوق دیگران نارنجی پوشان در تلاش بهبود وضعیت محیط زیست سلامی دوباره دارم خدمت شما عزیزان عکس های رسول شما خبرنگاران را هم باید دیگر دیدیم جا داره که یک تشکری ویژه داشته باشم از تمامی عزیزانی که با ما همکار و همراه هستند عزیزانی که در جریان هفته ما عکس رسال می کنند این عکس های اونها سوژه های بسیار خاصی داده در قالب تک تک این اکس که الان ما باید دیگر دیدیم خب خود عکس گویا وضعیت هست و خود عکس در واقع انتقال دهنده پیام و مفهوم زیادی است شما ببینیم بحث تنظیف شهری رو ما در قالب همین عکس ها داشتیم بحث کودک کار را داشتیم که همین ها طبیعتا مباحث عمده جامعه ما و شما هست و هر فعالیتی که شما به عنوان شما خبرنگار انجام میدیم برخواسته از جامعه هست طبیعتاً و هدف فعالیت های شهروند خبرنگاری هم بهبود کیفیت زندگی شهری است و در این حال ایجاد یک بستر مناسب برای همه وقتی که صحبت از شهر میشه خب شهر جدا از دقدره های شهری نیست جدا از مشکلات شهری نیست یعنی یک شهر انواع وقتهای مشکلات داره ولی رای حل خیلی مهمه و ما باید این مطلب رو در نظر بگیریم که چگونه می که مشکلات شهری ما رو حل کنیم ماستر پلان های شهری ما چگونه هست سیستم کانال کشی یا کانالیزاسیون ما چگونه هست در واقع سیستم ترانسپورتی ما چگونه هست و همه اینها خب وقتی که منظم باشه شرط تا حدودی منظمه ولی وقتی که همه اینها دچار خلال هستن خب طبیعی هست شهروندان به واکنش میپردازن عکس میگیرن فیلم میگیرن و به یک نحوی انتقاد خودشون رو میخوان که به گوش مسئولین برسونن که وضعیت نگران کننده است یا حداقل نیاز به اصلاحات داره پس فعالیت های خبرنگاری فعالیت های اصلاحی جامعه هست پس نتیجه بگیره همینه یعنی شما به عنوان یک شهروند خبرنگار خواهیم که یک, و یک بحث یک اتفاق یک حادثه در جامعه تغییر بدید که باعث ایجاد یک زندگی بهتر برای ما و شما باشه پس به خاطر اینکه بتونید که شهرمان را جای بهتر برای زندگی کنیم با ما یعنی با برنامه شهر خبرنگار تلویزیون شکارت همکار و همراه باشین موضوعات مختلف را به ما مستند سازی کنیم عکس بگیریم فیلم بگیریم مصاحبه بگیریم به ما از طریق صفحه فیسبوک برنامه شما خبرنگار بفرستیم به دست ما میرسه و ما هم در برنامه ها رو حتما به می می به موضوع امشبمان ما که بحث کارآفرینی بود گفتیم که خیلی مهم و سازنده هست ما نمونه هایی در حیرات داریم که در واقع زنان کارآفر تونستن که یک شغل رو ایجاد کنن و چند زن دیگر را به خود یک جای کردن و از دستمایه همین ها چندین و چند خانواده داره امرار معیشت میکنه کار خیلی خوبی هست و بنابراین به خاطر اینکه ما میتونیم که با مشکلات اقتصادی خانواده ها هم فایق بیاییم خوبه که قدرت نبوغ ما رفزایش بدیم ببینیم که ما چه کاری میتونیم که ایجاد کنیم خیلی وقتا ما از بیکاری گله و شکل بداریم که بیکاری هست کار نیست میدونیم بله این حقیقت است حقیقت مسلم جامعه ما شما همین دیگه کار نداره کار هم اگر باشه چیزهای دیگه ای لازمه که بعد اون رو به بیارید در فارسا هم همیز ما ما همین برای ما با شما مشخص که شوان همین کشف فارس میدونیم حقیقت اگر چی هست ولی بیاییم ببینیم که ما چگونه میتونیم که کاری را ایجاد کنیم چگونه میتونیم که استعداد و توانایی خودمون را در راستای ایجاد یک شغل به کار بگیریم اگر فقط بشینیم که کار شه کار سراغ ما بیاد شاید هیچ وقت این اتفاق نیفته و ما هرگز صاحب کاری نشیم ولی وقتی که ما یک ابتکار میکنیم یک نبوغی انجام میریم شاید بتونیم که خودمون کاری را به وجود بیاریم ما نمونه زیاده داریم الان خریدهای الکترونیکی یا خریدهای آنلاین واضح تر خیلی جا افتاده در کابل زیادتر بود در داریم پیش میره اصلا کسانی که حالا این فروشگاه های آنلاین رو ایجاد میکنن اصلا مواد ندارن در دست ولی با فروشگاه های که اونها حضور فیزیکی دارن و جنس در داخل اونها هست دارن جنس دا که فرد بنا سفارش میده خیدونی میکنن به رسوز میرسنن و پروسانت خودشون رو میگیرن ببینیم یک هسته که فرد با همین دو بوقی جون داره مثال های خیلی زیادی هست که ما شما میدانیم پس نیاز به این هست که ما خودمان به وجود آورنده یک کار باشیم همین مباحث یعنی کار آفرینی امروز ما زنان زیادی داریم و کودکان هم دیگه بهتر مطابق قانون حق کار کردن ندارن نمیتونن چون با کار فیزیکی انجام بدن زنان بی سرپرست زیادی هستن که اونها کفیل خالانگوده های خودن بنابراین باید کار کنن کار را پیش برن تا امرال معیشت کنن ولی وقتی که همین زنها ها باید دیگر جا بشن یک شرکت تولیدی کوچکی باز میکنن با سرمایه بسیار کم اندک. یک خوابک دوزه یک گل و هر کسی داره توانایی خودش رو به نماش و بعد در بازار به دنبال خریدار میگردن فروشگاه ها و اینها مکان خویست برای فروش مسئول از بانوان بعد به مرض دید قرار میدن ببینید کار ایجاد میشه و خوب هست ما تو امیدوار هستیم که روحی ایجاد کارآفرینی در بین همه شعبندان ما وجود داشته باشه آماری که به نش میرسه آمار خیلی تکان دهنده است به این معنا که زمینه کار و اشتغال بسیار روز به روز کم شده میره و بازار ما داره مشبوه میشه و به خاطر همین بعد ما کم کم دیگه روی بیاریم به سمت کارآفرینی های عمده و مباحث کارآفرینی را ما باید در جامعه نهادی نکنیم وقتی که میگم ما این وظیفه کسانی که مسئول هستند دولت در واقع انگشت انتقاد ما به سمت اونهاست انگشت شورای ما که اونهای کارها را باید انجام بدن خب به خاطر اینکه اقتصاد کشور ترقی کنه ما گفتیم که برای سکتور دولتی و تشبسات خصوصی در قالب محسس سازمان ها نیاز به کارآفرینان قوی هم هست بیشترین مالیه را برای دولت جالب اینه که بدونید که در کشورهای سنتی کارآفرینان پرداخت می کنن. مالیات یک معمول دولت خیلی ناچیزه دیگه، ولی مالیات یک کارآفرین که به لکالک اوای داره خیلی زیاده دیگه و باعث چرخش یا دوران اقتصاد جامعه میشه و به خاطر همینه که دولت برای کارآفرینان برای در واقع به نمایش گذاشتن استعداد جوانان برنامه‌های خیلی زیاد روی دست دارن حتی گاهی این وقتا تو... در توسط رسانه ها توسط دولت در قالب یک برنامه رقابتی ایده ها رو می طلبن. که هر کس ایده به خاطر اشتغال داره ایده خود رو مطرح میکنه از دفاع میکنه و بعد بر فند زو یا در واقع سرمایه زور رو به میشه و فرد میتونه که کار انجام بده و بره به کار خودش شروع کنه یعنی از ایده های ناو و بکر حمایت میکنن ایده ها سرکوب نمیشه ایده ها در واقع زمینه عملی به اونها فراهم میشه که این ایده ها توسعه بیشتر پیدا کنه افراد با ایدهها و نبوغ های متفاوتی هستند پس بنابراین با همین روی مشاهده کارآفرینی میتونه که باشی و با ایده ها حتی ایده ها گاهی به فروش رسونده میشه فتر پلان داره پلان خود رو به فروش میرسونه فردی سرمایه از پلان رو میگیره پلان عملی میکنه خب ببینیم مت چه که ما بگیم در مورد مزایای کارآفرینی هست پس این نکات رو باید ما در نظر بگیریم که الان ما کم کم فکر میکنم که شاهد ایجاد کارآفرینی در صد زیاد در در هرات هستیم و خوب هست واقعا و این نویدیه که در واقع نبوغ اقتصادی منجمنت اقتصادی داره جایگزین اون سیستم کلاسیک میشه که فرد فارق شه به پیدا کردن یا خارج شدن یک بس و اپلای کردن یا درخواست دادن به رزو بس و بعد شدن این سیستم دقیقا در بیسای کشورها از بین رفته دیگه و خود رزو کارآفرینی انجام میده شاید که در واقع شما که این برنامه رو ببینیم به این که ایجاد یک کار سرمایه‌گذاری ببینیم خوبی کارآفرینی همینه که ما میتونیم که با سرمایه کم یک کار, آف... کار را ایجاد کنیم شما به کتاب های کارآفرین رجوع کنیم حتما ایده های خوبی میتونید که در پیدا کنیم در ادامه بیشتر میپردازیم به در واقع نقش رسانه های و شما خبرنگاران در ترویج فرهنگ کارآفرینی چون که این نکته رو درشان کنم که کارآفرینی یک فرهنگ شده در کشورهای پیشرفته اقتصادی یک فرهنگ دارن پاس میدارم اونا هر فرد فکر میکنه که چیکار میدونه کار آفرینی کنه پس بنابراین این نیاز داره که رسانه های اجتماعی و در این حال شهر و خبرنگاران کسانی که با رسانه های در تماس هستند، در واقع ایده های کارآفر را در بدن و انگیزه داده بشه تا کسانی که استراد و توانایی دارن روی کار بیان چون خیلی کسا ما همین چرا البته شروع میکنن که یک, جوان افغان یک تیاره را ایجا کرده بود خب ببینیم کارآفرینی بوده واقعا حالا درست چقدر موفق بوده نبوده بس دیگه نیست ولی یک کار انجام داده فکر کرده که فکر ایده خود بیاد نماش بگذاره ما از این ایده ها خیلی در افغانستان داریم ولی متاسفانه که حمایت نمیشه و نیاز هست که از ایده ها و ها حمایت همه جانبه ای صورت بگیره امایت هایی که در واقع باعث قدرتمند شدن ایده ها باشه و ما شاهد بالندگی اقتصادی هرچه بیشتر ایده ها باشیم این مسئله خیلی مهمه حتی در بعضی از شرکت ها ایده ها را گفتن که خریداری میکنن و به صاحبان ایده های برتر اقتصادی جایزه میدن مثلا یک مسابقه است به نام هولد فرایز بین کشورهای جهان یک تر اقتصادی توسط جوانان داده میشه و از اون تر دفاع صورت میگیره و بعد برای زو مقدار پول داده میشه تا تر عملی بشه ببینیم یعنی کلا برنامه ها در راستای حمایت از ایده هاست و اگر همین الان ما یک اعلام بدیم که از ایده های برتر ما بشه که چندین و چند ایده خواهد اومد جوانان ما ایده ها دارن نبوخ دارن ولی از اینها استفاده کمتر صورت گرفته امیدوار هستیم که مایت های همه جانبی از ایده های برتر و ناب ما صورت بگیره و جوانان ما به معنای واقعی بشه که در تمام فعل انفعالات اقتصادی جامعه ما سهیم باشن چون این خیلی مهم و سازنده هست وقتی که نبوغ فکری یک جوان از اون استفاده صورت نمیگیره خب طبیعی از که شاید جوان یک وقتی دست به مهاجرت بزنه فکر و ایده خود را از این کشور خارج کنه امروز فرار مقص ها آشنایی برای همه ما و شما جوانان تحصیل کرده با های ناب وقتی که به جامعه زندگی خود نگاه میکنن شرایط محدود و حمایت های وجود نداره اینها دیوتن شاید دست به مهاجرت بزنن و اینهای خود را هم به بیرون انتقال بدن خیلی از دیده ها بوده که از کشور بیرون شده در کشور دیگری عملی شده پس و دولت بکنم با دقل کمیته ایمارت کار داشته باشه نمیدونم داره نداره ولی ما فکر میکنم که نداره اگر داره که خیلی خوب بدن اگر نداره ایجاد کند تا ما شاهد در واقع این باشیم که کارآفرینی در جامعه ما هم به شکل نادین شده و اصولی به پیش میره خب این نیاز به حمایت های دولت داره و طرف دیگر سکتور خصوصی مشوق ایده ها باید باشه در را باید ما در نظر بگیریم در سیستم های مدیریتی تا میبینیم واسه کارآفرینی بسیار مهمه امروز یکی از در واقع پرنسیپ یا در واقع کارمجه های مهمه یک اداره ریسک پذیری و کارمندان یا مدیر یک اداره هست که ریسک پذیر هستند چون خیلی وقتا یک اداره بگ مشکلی برمیخوره فرق ریسک پذیر نیست مشکل بیشتر میشه ولی بعد یک ریسک انجام میده یک ایده ای رو مطرح میکنه یک ایده رو پیش میبره یک نوع کارآفرینی در مقیاس کوچکه پس ببینیم حتی ریسک پذیری در سازمان یک نوع کارآفرینی هست به نظر من و اینها نیاز به حمایت های همه جانبه هم از طرف دولت هم سکتور خصوصی داره و ما در ادامه برنامه بیشتر خواهیم پرداخت به نقش در واقع رسانه ای کارآفرینان در رشد و پیشرفت اقتصادی جامعه به خاطر اینکه خیلی مباحث مهم و سازنده ای هست و در این حال امیدوار هستیم که شما که الان این برنامه را می‌بینیم اگر تر و ایده داریم چون موضوع شاید ما در مورد کارآفرینی از خواص یک بود تشویقی داشته باشه برای شما ایزان که اینقدر بیکاری امان خیلی ما و شما رو بریده ولی میشه که ترها و داشته باشیم و جنبی عمل اونها رو پیدا کنیم خود ما زمینه ای ایجاد شغل باشیم شغل رو بر اساس توانایی وسایل وجود بیاریم و او شوق را بتونیم که وسط بدیم به این قضایی در ادامه برنامه انشاءالله که بیشتر و بیشتر ما خواهیم پرداخت بعد از یک میان برنامه با ادامه برنامه خدمت شما خواهیم بود سلامی دوباره دارم خدمت شما امراهان عزیز در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه شهرمان خبرنگار تلویزیون چکان در این قسمت میخواییم به نقش رسانه بپردازیم که چه نقشی در ایجاد روحی کارآفرینی در جامعه داره ببینیم رسانه ها در همه کار در جامعه ما پیشگام و پیشقدم بودنیم و برنامه های زیادی و متنوعی در راستای رشد و پرورش استعدادهای های نافته مردم ما داشتن و دارن و نقش رسانه هم طبیعی هست که اطراع رسانی است و نقش سازنده در انعکاس واقعیت ها و وضعیت یک جامعه داره وقتی یک ایده امایت از صورت نگیره و این ایده به گوش مسئولی نرسه و رسان این نشه ما شاهد خیلی از ایده ها بودیم که این ایده ها در بد و تولد در واقع مدفوش شدن دف شدن و از بین رفتن به خاطر از این که از اونها حمایت صورت نگرفته بنابراین نیاز هست که همین ایده ها به گوش همه برسه رسانه به عنوان یک ابزار هست که حمایت از پروسه کارآفرینی انجام میده ما الان خیلی در واقع خوشحال خورسند خواهیم بود که در واقع ایده های ناب را ما بتونیم که را معرفی بگیریم و ایده هایی که در واقع تونستن که با تطبیق اون کار خود یک زمینه اشتغال را برای همگان به وجود بیارن ما چند پیش گزارشی داشتیم از یکی از بانوان کار آفر در هیرات که توانسته بود با ایجاد یک شغل خیلی ساده تعداد زیاد از بانوان دور خود جمع کنه و او رو بتونه که نکاس بده و برای خیلی ها یک منبع ایراتی شده بود ببینیم یک ایده است طبیعتا شاید در بعد و ایجاد او شغل فراز و نشیب های زیادی وجود داشته آیا میشه یا نمیشه ولی وقتی که توانستن کار انجام بدن دیدن که بله نتیجه میده چون انسان با قوه تعقلی که داره میتونه که چیزی رو که میخواد دنبال رو بره برو به دست بیاره و برابر این اینها خیلی میتونه که سازنده باشه که ما ایده ها رو انکاس بریم و همین مباحث وقتی که رسانه ای میشه خیلی انگیزه پیدا میکنن که ما هم گیره داریم ما هم تر داریم میخوایم این کارا کنیم کار رو ایجاد کنیم برای خودمون مردم منطقه و غیره و بعد میبینن که چه منابعی در دست دارن این منابع را وقتی که میان اونها رو برآورد میکنن شاید جنبه عملی پیدا بتونه بکنه پس بنابر این ما شاهد این هم هستیم که خود رسانه یک بود تشویقی بسیار خوبی داره که موجب تواروز صدات های پنهان میتونه که باشه پس حتی کسانی که در واقع اینها ایده دارند و جنبه عملی از رو نمیدونن میتونن که در بیاین ایده های خودشون رو در با رسانه ها در میان بگذارن و فضای مجازی در میان بگذارن این فضای مجازی برای ما یک قدرت خیلی خوبی رو ایجاد کرده عنوان یک شهروند ما میتونیم که نگفته های ما را و آن چیزی که واقعا به دنبال هستیم در, در فضای مجازی به نش برسونیم حتما مطلب اگر مطلب خوبی باشه دست به دست میشه و شاید افرادی باشن که از ایده شما حمایت کنن امروز میبینید که رسانه ها و طبیعتا پیام رسان هستن و رسانه های در واقع اینترنتی یا سوشیال میدیا که اونها گفته میشه رسانه شمایی ای اینترنتی این ها خیلی در واقع نقش سازندهی دارن شما یک فعالیت را وقتی که در فضای مجازی به نشمی خیلی افراد رو میتونن که ببینن و شاید کسی پیداشه که سنگاه گذاری کن راجع به شما تر شما شاید در واقع حتی دولت تمول پیدا کنه که از ایده و تر شما حمایت انجام بده. پس اینها خیلی میتونه که بود تشویقی برای ما و شما داشته باشه گاهی وقت ما فکر میکنیم که امکان نداره که ما بتونیم که کار رو ایجاد کنیم امکان نداره که ما بتونیم که برای خودمون شغل به وجود بیاریم همیشه یس در واقع با ما هم راه بوده در حالی که با گذاشتن قدم در مسیر توسعه اقتصادی زندگی ما میتونیم که گام های سازنده تری برداریم در واقع رمز پیشرفت و ترقی افراد خودساخته ساخته امروز همینه که اونها در واقع ایده داشتن و بعد حراس نداشتن ترسن که تره خودشون رو به کرسی بنشانن پس تری که شما داریم با رسانه ها میتونید در میان بگذاریم با در فضای مجازی میتونیم این کار بنش برسانید تر شما حتما خرید را پیدا خواهد کرد در واقع یک کاریابی در مقصد خیلی کلان است و در این حال ما و شما میتونیم که کار دیگری را هم انجام بدیم چند تا جوان با هم دیگه یک جا میشن یک تر دارن تر خودشون رو به چندین تا سماگذار نشان میدن و بعد یکی از سماگذار اتما تر شما را شده پسنده پس نامید نشین نمیشه و با تر پلانی که داریم به پیش بریم اتما میتونه که کارافره خوب باشیم جزا بریم که با دیگر فیلم های رسول شما خبرنگاران ببینیم دوباره برمیگردیم این فلوق میکنه پاشو که این فلوق پاشو پاشو الو رامو بکو او خدا او خدا رام کو بولی از این ملاتی ای خدا ای ملاتی خدا چی بات کرده رام کو بولی از این ای بچه این پرزو بیاند متوجه باشه کی بار اومده این ای بچو ای بچه این پرزو بچو ای بچه متوجه با خبر پس شلوه زیاد سلامی دو برادر خدمت شما عزیز و عزیز با دیگر فیلم های ارساله شما خبرنگاران را دیدیم که در واقع نشان دادن بحران آتش سوزی که امروز به وقوع پیوست که واقعا در این اواخر ما شاهد انفجارات بسیار زیادی بودیم حالا او مباید تروریستی اونها جای خود گمرو که ما دیدیم که آتش گرفت و در الان هم در واقع انفجار بالانهای گاز و تانکرهای گاز طبیعتا یک فاجعه هست و باید مسائل ایمنی را اتمن اتمن کسانی که سر کار با گاز و نفت اینها دارند در نظر بگیرن به خاطر اینکه مواد سوختی است و هر آن احتمال ایجاد یک حادثه را میکنه و نباید ما کنیم قفلت که ما در ظرف یک ثانیه انجام میدیم تبعات بسیار منفی میتونه که داشته باشه امروز ما شاهد در واقع انفجار این تانکرهای گاز در هرات بودیم که صبحی ای... اتفاق افتاده بود و موجب نگرانی شهروندان عزیزمان شده بود که چه خبر هست فعید صدای انفجار ها چیز بود نهایت معلوم که صدای انفجار تانکر های گاز بوده و امیدوار هستیم که کسانی که حالا به تجارت گاز مبادرت میورزن نکات ایمنی رو صد در رعایت کنن که نشه که خدای نخواسته خسارات جانی و مالی بیشتر از این هم ما شاهد زود باشیم پارسال هم چنین ای اتفاق افتاد بود در منطقه کمرقلاق با این بار هم بار براورت ها خسارت نشانده که خسارات بسیار زیاد بوده و زخمی همین حادثه داشته و با چون که عرض کردیم که دولت هم باید یک نظارتی داشته باشه از وضعیت اینها وضعیت ها، اینها در سال تجارت صورت میگیره ولی باید با حفظ نکات امنیتی این تجارت باشه امیدوار هستیم که من بعد در واقع توجه بیشتری و اکیدی در واقع کسانی که به تجارت موارد سوختی مدت نورزن انجام بدن خب میپرازیم به موضوع امشای ما که بحث کارآفرینی بود شما هم البته جا داره یک بار خدمت عرض کنم که فیلم ها و عکس های خودتون به ما از طریق صفحه فیسبوک برنامه شما خبرنگار میتونید که بفرستین اما در قالب برنامه ها رو به نش رسونیم مثل همین آدسه ای که امروز اتفاق افتاد در فضای مجازی در رسانه ها همگانی شده بود و نشان دهنده از وسعت این انفجارها بود شما هم میتونید که وقتی که باز تو های مختلف ور می‌خوریم، اونها رو مستند کنیم عکس بگیریم فیلم بگیریم گزارش تهیه کنیم مصاحبه بگیریم ما بفرستیم و حتی اگر جایی شما میبینید که فساد اداری هست خوب است که رو انعکاس بدیم بستر در برنامه شما خبرنگار آماده است برای شما عزیزان که میتونیم که از این طریق در واقع به بیان مشکلات جامعه بپردازیم با ادامه برنامه در خدمت شما خواهی بود البته بعد از دیدن عکس منتخب هفته سلام دوباره دارم خدمت شما امراهان عزیز با دیر عکس منتخب هفته را هم دیدیم شعر بیشتر این عکس به شما تشکر بکنم عزیز یکی این عکس به ما گرفته و واقعا مشخص است که حالش بنا و تفسیر است بوده شما ایزان هست شما هم عکس خودت رو به ما از طریق صفحه فیسبوک برنامه شما خبر نگاه میتونید بفرستید برای ما حتما خواهد رسید در لحظات پایانی برنامه قرار داریم خیلی خوشحال و خورسر هستیم که شما امراهان رو با خودمون در جریان هفته داریم همکار ما هستیم و عکس و فیلم هایتون به دست ما میرسه و میدون هستیم که عکس و فیلم هایتون وقتی که شما اونها رو تحییه میکنیم به مباحث در واقع شفافیت توجه ویژه داشته باشید چون هدف شما خبرنگار اینه که واقعیت های جامعه را انکاس بره این خیلی مهم است به همه ای ما مخصوصا شما هست که با عنوان شما خبرنگار فعالیت میکنید موضوع محوری ما در مورد کارآفرینی بود و نقش کارآفرینی در پیشرفت و توسعه اقتصادی امیدوار هستیم که حمایت های جانبی از کارآفرینان ما صورت بگیره و جوانان و نوجوانان ما از دوران, دوران مکتب و دانشگاه و اینها روحی کارآفرینی داشته باشن و با اونها آموزش های کارآفرینی داده بشه تا بتوانند که بعد از ختم تحصیل خود اونها کارآفر باشن و کار مناسی برای خودشان به وجود بیارن نه که شامل بشن و این خیلی میتونه که مفید و سازنده باشه دولت باید از همه کارآفریان حمایت کنه برای اونها وام هایی در نظر بگیره و تسهیلات لازم رو اختیار اونها قرار بده و همچنین در واقع کسانی که تر و ایده دارن جرأت اینو داشته باشن که ایده ها و تر خودشون رو عملی کنن امروز و فردا نکنن وقت رو از دست ندن ایده های خودشان را به دنبال ایجاد جنبه عملی ایده های خود باشن چون خیلی از ایده ها خاک میخوره و هرگز جنبه عملی پیدا نمیکنه شما که این برنامه رو میبینید موضوع ما کارآفرینی بود اگر صدا و توانایی در جنبه کار دارین همین الان اقدام کنین و کارتون را پیگیری کنیم حتما نتیجه مطلوب خواهید برساورد و صاحب کار میشهیم و خودتان سازنده کار خودتون خواهی بود بنابراین به بگیم دوارم که ایده های خودتون را بشناسید و جنبی عمل اونها را پیدا کنیم تا اینکه موفق و پیوز در زندگی تو بشین این بود محتوای برنامه ما در این هفته امیدوار که مطالب ما در این هفته مورد توجه شما ایزان قرار گرفته باشه بازم تاکید میکنم که پل ارتباطی ما و شما صفحه فیسبوک برنامه شما خبرنگار تلویزیون چکات هست از این طریق فیلم عکس مصاحبه گزارشی که داشته باشیم با محوریت های مختلف اینه که ما بفرستیم برسه ما میرسه و ما هم در برنامه حتما به نش قایم رسانید این محتوای برنامه ما تا برنامه دیگر همه شما ایزا رو به خاله بند بزرگ و منن می